کشور منصوب شد بررسی پیشنهاد تغییر قوانین مشترک پناهجویی در کمیسیون اروپا در گزارش ارائه شده به کمیته مجلس نمایندگان برزیل استیزاه رئیس جمهور این کشور توجیه پذیر ارزیابی شد اعلام نتایج رفراندوم غیر الزام آور روز چهارشنبه در هلند دولت این کشور ممکن است در ارتباط با معاهده همکاری نزدیک میان اتحادیه اروپا با اوکراین تجدید نظر کند 64 درصد مخالف این معاهده و تنها 30 درصد با آن موافقت کردند مشارکت در این رفراندوم 32 درصد گزارش شده که تر از آن است که به عنوان رفراندومی معتبر شناخته شود تصویب این معاهده همانطور که انتظار میرفت دور از انتظار بود بنابراین ما باید روی کرده گام به گام را اتخاذ کنیم ما اکنون باید با کابینه، پارلمان، شرکای اروپایی و همچنین اوکراین صحبت کنیم تا ببینیم عواقب این تصمیم چه خواهد بود. نتایج این رفراندوم آزمونی برای سنجش قدرت احزاب و نیروهای ضد اتحادی اروپا مانند گیرد ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند که حزب افراطی راستگرا در این کشور است به حساب می آید که در توییت این رفراندوم را آغاز پایان اتحادی اروپا خواند معاهده همکاری سیاسی تجاری و دفاعی میان اتحادیه اروپا و اوکراین اکنون به طور موقت در حال اجراست اما باید توسط تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد تا این معاهده قانونی تبدیل شود سیگودور اینگی یوهانسون وزیر پیشین محیط زیست و منابع طبیعی ایسلند و عضو حزب پیشرو به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب شد انتخاب وی در این سمت از سوی دولتی که از اعتلاف راست میانه تشکیل شده پس از آن است که با مطرح شدن نام سیگموندور گونلاکسون در اسناد پاناما وی مجبور به استعفا از مقام نخست وزیری شد در پی این اعتصاب رهبران احزاب اپوزیسیون نیز با برپایی انتخاباتی جدید و زود هنگام در پاییز موافقت کردند از سوی دیگر حدود 2000 تن از شهروندان مخالف دولت در برابر پارلمان تجمع کرده و خواستار تغییر شدند تظاهرات چهارشنبه برای سومین روز پیاپی برپا شد هنوز چند ماه بیشتر از صدور پیگردها و محکومیت‌های قضایی برای سران فیفا نگذشته پای ماموران پلیس و دادستانی سوئیس این بار به مقر یوفا کشیده شد در جستجوی مستنداتی قویتر درباره کم و کیف قراردادهای تجاری اتحادیه فوتبال اروپا در مورد حق پخش تلویزیونی مسابقات نام جان اینفانتینو در فهرست موسوم به اوراق پاناما منتشر شده و جایگاه جدید او را به عنوان رئیس فیفا به مخاطره انداخته با این حال او در تازه ترین واکنش خود تصریح کرده با وضع پیش آمده مسئولیتش در ترمیم چهره فوتبال سنگینتر شده و گفته از انجام هر گونه تحقیقی که به شفاف شدن ماجرا کمک کند استقبال می کند به هر حال امضای او پای قرارداد بحث برانگیز یوفا و شرکت کراس تریدینگ قابل انکار نیست در همین حال خوان پدرو دامیانی یکی از اعضای کمیته اخلاق فیفا و از نزدیکان اینفانتینی که پیشتر نامش در فهرست اسناد پاناما آمده بود روز چهارشنبه بدون ارائه توضیح شفاف از سمت خود کنارگیری کرد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد تا قوانین مشترک پناهجویی در کشورهای عضو تغییر کرده و تدابیر سختگیرانه تری اعمال شود. این پیشنهاد در حالی در دست بررسی است که اروپا در سال گذشته میلادی با ورود بیش از یک میلیون پناهجو روبرو بوده است. بحث بر سر تغییر قوانین موسوم به دابلین دست کم تا تابستان پیش رو به طول می انجامد. معاون رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به قوانین مشترک پناهجویی دابلین گفت قوانین بسیار زیاد بر نخستین جایی که فرد به اروپا وارد شده اتکا دارد تا تصمیم گرفته شود کدام عضو اتحادیه باید به درخواست پناهجویی رسیدگی کند این با توجه به واقعیت نه منصفانه است و نه پایدار که بار شمار زیادی از این مردم بر دوش تعداد کمی از کشورها گذاشته شود ترکیه و آلمان نیز اعلام کردند که توافق بین آنکارا و اتحادیه اروپا در رابطه با مقابله با موج مهاجران موفقیت آمیز بوده و تا حدی از هجوم به جزایر یونان جلوگیری کرده با این همه همچنان شماری از مهاجران در تلاش برای عبور غیرقانونی از دریای اژه هستند مجمع ملی فرانسه روز چهارشنبه قانون مجازات مشتریان روسیان را تصویب کرد و با این اقدام فرانسه پنجمین کشور اروپایی خواهد بود که بعد از سوئد، نروژ، ایسلند و بریتانیا مجازات متقاضیان خدمات کارگران جنسی را تصویب می کند. بر اساس این قانون مشتریان روسپیان از 1500 تا 3750 یورو جریمه خواهند شد یکی از اعضای گروه ضد روسپیگری که موافق این قانون است میگوید روسپی ها دیگر به عنوان مجرم در نظر گرفته نمی شوند. وقتی مورد آزار قرار می گیرند می توانند به پلیس شکایت کنند اقدامی که آنها پیش از این جرأت انجامش را نداشتند رابطه اجباری با مشتریانشان کاملا موضوع متفاوتی است زیرا مشتریان در موقعیت قدرتمندی هستند و میگویند من مجرم نیستم اما تو کاری که انجام میدهی خلاف قانون است اگرچه طرفداران القای روسپیگری مخالف همه انواع روسپیگری هستند اما از این قانون استقبال کردند اما از سوی دیگر انجمنهای مدافع کار جنسی با این قانون مخالفند اگر مشتریان جریمه شوند آنها خواهند ترسید و دختران را مجبور میکنند کارشان را پنهان کنند کاری که باید بگویم قانونی است مشتریان خواهند گفت این ما هستیم که در خطر مشکلات قانونی قرار داریم بنابراین آنها میتوانند خواستههایشان را همانند رابطه جنسی محافظت نشده را پیش از پیش بر زنان اعمال کنند متن قانون جدید با ارائه کمک های اجتماعی و اجازه اقامت شش ماه برای روسپی های خارجی امکاناتی برای خروج این زنان از روسپیگری را در نظر گرفته است. یکی از اعضای کلیدی کمیته مجلس نمایندگان برزیل روز چهارشنبه با ارائه گزارشی به این کمیته استیزا دیلما روسف رئیس جمهور این کشور را در ارتباط با دستکاری در حسابهای بودجه دولتی توجیه پذیر دانست رئیس جمهور برزیل متهم است که جهت افزایش بخت انتخاب مجدد خود در انتخابات سال 2014 حسابهای دولتی را مخدوش کرده است جوایر آرانتس مأمور ارائه گزارشی در مورد اتهامات وارد شده بود از نظر من نشانه جدی از ارتکاب رفتاری شخصی و تعمدی از طرف رئیس جمهور وجود دارد جلسه رسیدگی اولیه از تخلفاتی پرده برداشته که برای صدور جواز آغاز فرایند استیزاه کافی است قرار است اعضای کمیته مجلس نمایندگان برزیل روز دوشنبه در مورد گزارش ارائه شده رأی گیری کنند نتیجه این رأی گیری در نهایت در صحن مجلس نمایندگان مطرح خواهد شد این در حالی است که دیلما روسف ارتکاب هرگونه تخلفی از طرف خود را رد کرده است 22 دومین سالگرد نستکشی کشی رواندا یکی از بزرگترین و تاریکترین ترین فجایع انسانی نیمه دوم قرن بیستم در هفتم آوریل 1994 و بعد از سقوط هواپیمای رئیس جمهوری وقت فاجعه آغاز شد حدود 800 هزار نفر که اکثرا از قوم توتسی بودند ظرف 100 روز به طور سیستماتیک در رواندا به قتل رسیدند نسل یک شبه اتفاق نمیافتد افتد یک فرایند است که به زمان و منابع نیاز دارد و برنامه ریزی می شود ما میدانیم که نسل کشی همیشه مسبوق به نقض جدی حقوق بشر است. ما باید بیشتر تلاش کنیم تا به رهبران نقششان را در مدیریت تنوع قومی به شیوهی سازنده یادآوری کنیم. بیش از دو دهه است که دادگاه کیفریه بین المللی برای رواندا در حال محاکمه و جستجوی افرادی است که در این نسل کشی دست داشتند. اخیرا سازمان ملل لیستی از متهمان فراری این نسل‌کشی را منتشر کرده و 5 میلیون دلار جایزه برای هر گونه اطلاعاتی که به دستگیری این افراد کمک کند اختصاص داده است. مرل, مرل هگرد خواننده و آهنگساز افسانه‌ای موسیقی سبک کانتری روز چهارشنبه در سن 79 سالگی در اثر بیماری زاتوریه درگذشت. اگر راه طولانی را از زندان تا تبدیل شدن به صدای